اگه تا دیروز ثبات و آرامش مهمترین برگ برنده های پرسپولیس برای ادامه دادن مسیر پر افتخار این چند سال بود، حالا دیگه از هیچ کدوم این دو عامل مهم خبری نیست. قهرمان 4 دوره اخیر فوتبال ایران و یکی از فینالیست های لیگ قهرمانان آسیا این روزها اصلا وضعیت خوبی نداره. وضعیت پرسپولیس انقدر عجیب و غریبه که حالا خبر استعفای مهدی رسول پناه مدیر عامل این باشگاه تبدیل بهترین خبر برای هوادارها شده. چند روز پیش فایل صوتی عجیب و غریب مهدی رسول پناه مدیر عامل پرسپولیس که اتفاقا برای اولین بار به صورت کامل از کانال سرخابی منتشر شد، یه دردسر جدید به دردسرهای قرمزها اضافه کرد. رسول پناه در جمع چند خبرنگار بی‌خبر از اینکه اونا در حال ضبط کردن صداش هستند، بخش زیادی از اسرار باشگاه رو لو داد که این اقدام در نوع خودش بی‌نظیر بود. من به علی عریفپور خیلی پیشنهاد کردم. گفتم دو تا بود. دیشب به بشار گفتم چقدر می‌گیری؟ گفتم 200,000 تومان من جدا بدم. عجیبا می‌خوام بهت بدم. مدیر عامل پرسپولیس صحبت‌های مطرح کرد که تعجب خیلی‌ها رو به همراه داشت. البته که اون چند ساعت بعد از انتشار این فایل صوتی از ساده‌ترین راه حل موجود، یعنی تکذیب استفاده کرد. ولی فایل صوتی 10 دقیقه‌ای منتشر شده از حرفای رسول پناه اندازه کافی نکته برای درست شدن حاشیه داشت. اصلا این جدیدی نیست چیه؟ اصلا مشکل پرسپولیس نبود. مشکل فدراسیون بود. من توضیح وکیل دادم. ولی نمیام این کارا رو. امشب اینجا اشتباه کرد. اینجا آدرس اشتباه اومده. هوادار که یحیی ممکنه بره با این وضعیت. من مگه نمیدم بالا. همه نماینده دو تا شد. همه‌شون قانع شدن عکس یادگاریشون گرفت. واسه چیه؟ چی؟ بوی اون 2 میلیون داره تو دماغ بعضی پیچیدگی چه. یارو عشقشو یه شب می‌خواد سو میلیون نره می‌کشه. آیا کن راه کن. خودت بیا پول بده. حامد زاده پول می‌دادن. این همه پیش که تو اون آقا شما بیا پول بدی. خدا الان به من سو فرصت بده ولی من استعفا بدم. حاضرم بوی یک سال مدیر عامل بدم در رفت. در نگاه اول از نظر هوادارا رسول پناه یه رو دست بزرگ خورده بود. اون حتی ناخواسته و از روی ندونستن اینکه صداش در حال ضبط شدن بوده، بخش زیادی از اتفاقات درونی تیم رو لو داد تا هوادارها بیشتر از پیش علیه مدیر عامل باشگاه بشن. در نگاه بعدی اما رسول پناه حالا دیگه چهره یه فرد فریب خورده رو نداره. روز پنجشنبه یک فایل صوتی دیگه از مدیر عامل پرسپولیس همه رو تحت تاثیر خودش قرار داد. این بار حتی تصویر رسول پناه هم مشخص بود که در ماشین شخصی خودش با یه لباس قرمز رنگ در حال صحبت کردن با چند نفر است. و اتفاقا این بار هم در حال لو دادن فعل و انفعالات عجیب باشگاهه. برو ببین الان شجاع الان سید کمال بینی خوش خارمدن ربیخا اصلا گفت من تهدید کردن این دنگسا. گفت اون راضیه لبان چرا ربیخا رو انداختی بیرون؟ چون گفته پول ایجنتیشو باید به من بدی. اینم گفت برو گمشه. این کلمه گمشه گفت انداختش از تیم. مدیر عامل پرحاشیه این روزهای پرسپولیس توی این ویدیو شجاع خلیل‌زاده رو به شدت زیر سوال برده و از دعوای این مدافع با هم تیمی‌هایی مثل احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، محسن ربیخا، محمد انصاری پرده برداشته. الان فقط تنها آدم سمت باشگاه شجاع. سم شده. همه رو در همه باش دعوا. بابا تو باشگاه دعوای نوراللهی تخت سینه‌اش می‌زنه، یقه‌ش رو میگه. اون که تیم نمی‌شه که. ظاهر خوبن که. همین دیگه مشکل ما همینه بدبخت. البته که همه این بازیکن‌ها چند ساعت بعد از انتشار ویدیوی صحبت‌های رسول پناه در اینستاگرام خودشون به حمایت از شجاع پرداختن و ادعاهای آقای مدیر عامل رو به نوعی تکذیب کرد. اسم شما آقای شجاع رو بردید. آقای شجاع واقعا یه بازیکن با ادب، با شخصیت، مؤدب، واقعا با اخلاق خوب. این خنده همیشه رو لبش نمیره. من خودم شخصا عاشق آقای شجاع. یعنی جمهور قبول نداره. میگه همه بخوابید. دمر. خدا رو من به این خنده‌شو نکن. مازندرانی هم هست. مازندرانی عقده‌ای. فقط میخند و مهندس رو الان تیغ زده. به من میدونی چی میگه؟ بیا گرفتارسی چکاتونو بیاید من نقد کنم. مهمتر از همه ما توهین عجیب رسول پناه به شهر شجاع یعنی مازندران بود که بازتاب زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. البته که رسول پناه از مردم مازندران عذرخواهی کرده اما این به نظر کمترین کاریه که اون میتونسته انجام بده. در حالی که بعد انتشار این دو فایل از صحبت‌های رسول پناه همه منتظر استعفا و یا برکناری اون بودن، عصر جمعه مدیر عامل پرسپولیس در به بار آوردن افتضاح هتریک کرد.
عصر جمعه و بعد از پشت سر گذاشتن خبر جدایی شجاع خلیلزاده و پیوستن محمد نادری به استقلال، بخش دیگری از صحبت‌های رسول پناه در قالب یک ویدیو منتشر شد. آقای مدیر توی جدیدترین صحبت‌های خودش بعد از بکار بردن الفاظ عجیب و توهین‌آمیز در برابر سرمربی باشگاه یعنی یحیی گل محمدی، این ادعا رو مطرح کرد که شیخ دیاباته با او تماس گرفته و گفته تو با 400 هزار دلار از رأس پرسپولیس برود و از رسول پناه خواسته که این کار را انجام دهد. من سه روز به احیان میخواستم قبل از بازی بدم، اومد به بخوری افتاد بازوش که استفا میدم، خدا استفا میدیم فکر من باشی بودم، خدا فیز باز میدیم همچین میدیم حالا بایی میسا کتم نه خدا فیز باز میدیم. باید از دیشت دیاباته به من زنگ داد باقا بلنشی من رو بیار بزنیم دور پدر استفا من نمیتونم تو رو بیارم. گفتم سه هزار دلار بده 400 گرازی هم به خدا بودم نمیتونم بیارم، شر میشه اینجا منو میگیرن با جون مادرت منو بیار من اینجا اسیر. جدا از اینکه صحبتی رسول پناه بدون شک باید مورد بررسی قرار بگیره، موضوع مهم بعدی اینه که ادبیات مدیرعامل پرسپولیس اصلا با اسم این باشگاه یا هر باشگاه دیگه ای توی فوتبال ایران هم خونی نداره. یه زمان دیر ارسال شدن لیست تیم‌های باشگاهی کشورمون باعث حذف اونا از لیگ قهرمانان آسیا می‌شد، یا بازدیدن یک بازیکن دو کارته باعث می‌شد تیم ملی امید به المپیک نرسه. اما به تدریج گاف‌های عجیب مدیریتی دیگه محدود به گروه خاصی نبودن و حالا دیگه خیلی وقت‌ها مدیرها به تنهایی و با قدرت اشتباهی که نباید رو انجام می‌دادن. مگه میشه به خاطر این قانون بازیکنی که 2 میلیارد تومان قراردادش بوده، 2 میلیارد تومان قراردادش بوده، الان میاد مدعی 10 میلیارد تومان؟ بعضی هاشون یک مشکل همیشگی که اون هم جذب بازیکن‌های ناکارآمد خارجی دامن میزنن، بعضی هاشون طوری به دیوالا میارن که باید شیوه مدیریتیشون توی دانشگاه‌ها تدریس بشه تا همه بفهمن چطوری نباید تیمداری کرد. توی این چند روز اما حواشی که مدیرعامل پرسپولیس به وجود آورده از روی دیگه گاف دادن مدیرها پرده برداشته. مهدی رسول پناه که هنوز هم برچسب دندانپزشکی اختصاصی وزیر ورزش رو روی اسمش ببینه، حالا حسابی برای پرسپولیس در آستانه شروع لیگ و فینال لیگ قهرمانان آسیا دردسر درست کرده. صحبت‌های عجیب اون علاوه بر اینکه واکنش احسان قاضی‌زاده هاشمی رو به همراه داشت، متأسفانه بعد اون شاهد پخش مطالبی در فضای مجازی و ویدیوهایی شدیم که یک مقداری حیرت برانگیز بود از نوع ادبیات و نوع گفتمانی که به کار بسته شده بود که در شأن یک مدیریت باشگاه پرطرفدار در کل کشور نیست. صدای کریم باقری رو هم در آورده. مربی پرسپولیس با انتشار این پست اینستاگرامی در اقدامی بی سابقه خواستار استعفای مدیر عامل قرمزها شد. مهدی رسول پناه انگار این روزها داشت تقاص ورود به کاری رو میداد که اصلا در تخصصش نبود. من میدونم باشگاه پرسپولیس از امثال آدمای مثل شما خیلی کوچیکه. به بزرگ اصلا شما نمیتونید اونجا رو اداره کنید. رسول پناه بدون شک یکی از بدترین های تاریخ مدیریتی پرسپولیس بوده. کارگزار چی کار است؟ آقای رسول پناه باید قول بده به کل این جمعیت. من یه وکیل میارم هر ساعتی که میگه میریم بالا جلسه باید قرار داده آتیه پرداز و شفاف نشون بده. یه همچین که اقرداز سر نه بگو این کاغذ ها رو نه بگو این کاغذ ها فلش کن. کسی که در نگه داشتن هیچ کدوم از ستاره های تیم که ساز جدایی کوک کرده بودن موفق نبود و در کنار این اتفاق باشگاه رو ظرف چند روز به دردسری عجیب انداخت. پشت هم گذاشتن همه این جملات یک بار دیگه ثابت میکنه گاف دادن و حاشیه درست کردن خیلی وقتا تنها کاریه که مدیرهای فوتبال ایران میتونن انجام بدن، مخصوصا توی چند سال اخیر که صندلی مدیرعاملی استقلال و پرسپولیس به افرادی کاملا دور از ذهن رسیده، افرادی که معمولا بدون هیچ پشتوانه فوتبالی از سمت وزارت ورزش انتخاب میشن و ظرف چند ماه دوباره جای خودشون رو به نفر بعدی با همین ویژگی ها میدن. ویژگی هایی که طی چند سال اخیر بیشتر از هر چیزی به استقلال پرسپولیس در بزده و کاری کرده طرفدارهای اونها کم تعامل تر از قبل به هر چیزی جز بیرون کردن مدیرعامل تیمشون فکر نکنن.
اتفاقی که بالاخره رخ داد و رسول پناه زودتر از صادر شدن حکم برکناری خودش استفاده. تصمیمی که شاید توی این مدت حضورش در باشگاه پرسپولیس درست‌ترین و البته به موقع‌ترین تصمیم بود. استعفای مدیری که ثابت کرد علاوه بر تخصص در زمینه پزشکی، در زمینه به بار آوردن افتضاح‌های متوالی هم تخصص ویژه‌ای داره.